برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز، سودابه برنت هستم. بعضی وقتا خودم هم اسمم یادم میره که چیه، ولی برنامه امروز سوال زیاد داریم. من نشستم امروز، چون معمولا میدونین که من آروم و قرار ندارم، باید وایسم، ولی چون در مورد واریس میخوام امروز صحبت بکنم، میخوام یه چند تا اکوپانچر پوینت بهتون نشون بدم که به این زمینه کمک میکنه و اونم میریم بعدن راجبه صحبت میکنم. ولی چون که سوال خیلی زیاد داریم و میخوام تا اونجایی که امکان داره برسم که سوالها رو جواب بدم، میرم در مورد خانومی که گفته بودین که گروه خونی او که گفتی که نمیتونیم گلوتن و لبنیات استفاده بکنیم، آیا اینا تحریک کننده روده هستن؟ 100%. دلیل این که ما میگیم که یه سری از ما آلرژی غذایی داریم، یعنی که اون آلرژی غذایی میتونه حالت ورم تحریک کننده باشه. بنابراین بله، برای گروه خونی او هر چیزی که درش گلوتن هست و همینطور لبنیات فوق‌العاده محرکن. پس کسانی که اون سوراخ در روده به وجود اومده، در اول باید در نظر داشته باشین که التهاب در روده هستش و هر زمانی که شما نون میخورین، هر چیزی از گندم، جو یا غلات دیگه میخورین، دو مرتبه مثل این میمونه که یه زخم اونجاست و شما هر دفعه اون زخم رو دو مرتبه بازش میکنین و توش نمک میزنین. اوکی، بنابراین ما اصلا در این زمینه شوخی نداریم. کسی که لیکیگات داره، تا چند وقت بعضی با من جلسه میگیرن، مینیموم 1 سال، ولی ما میتونیم راجع به 2 سال صحبت بکنیم. اوکی، پس در نتیجه آره، به خاطر اون که محرکه و هر چیزی که ورم به وجود بیاره جلوگیری میکنه از بهبودی من در یا سلامتی و شفای من. بعد گفته بودی که آیا پودر جوانه رو 100%، پودر جوانه یا اینکه کلن جوانه گندم، با اینکه ما میگیم گندم و جو برای گروه خونی او بد هستش، ولی جوانه استثناست. بنابراین چه خودش رو درست بکنین استفاده بکنین، چه پودرش رو استفاده بکنین، هر دوش اوکیه و در واقع چون جوانه ها بدن رو قلیایی میکنن به شما کمک میکنن. بعد توی دیویدی تغذیه میگی که پروتئین و میوه اینا باید از همدیگه جدا بشه. من چند روزه امتحان کردم، زود گرسنه نمیشم. آیا ادامه این رژیم ضرر نداره؟ چرا، من 100% میخوام به شماها ضرر بزنم. برای همین هستش که چون یک مقصودی دارم که به شما ضرر بزنم، 15 سال در تلویزیون میگم پروتئین، کاربوهیدرات و میوه باید از همدیگه جدا بشه، معلومه که ضرر داره، فدای تو بشم. در ضمن وین دایر هم همیشه میگه که سارکاستیک بودن، مسخره کردن کار خوبی نیست و یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که توی انگلیسی کلمش هست سارکازم یا سارکاستیک، کسی که مسخره میکنه، و خیلی این در فرهنگ ها استفاده میشه، به خصوص در فرهنگ ایرانی که ما نمیدونم شهرستان های مختلف و عداشون رو در میاریم و یه چیزایی میچسبونیم که نمیدونم شیرازی ها اینن و نمیدونم ترک ها اینن و برای ما جوکه و خیلی هم میخندیم در موردش، در صورتی که اصلا کار درستی نیست. مسخره کردن در واقع تخریب کننده است. اوکی، یعنی ما به کسی توانایی و قدرت نمیدیم، حتی اگر جوک باشه. در این حال توی انگلیسی ما یک اکسپرشن یا ضرب المثل داریم که میگیم که همیشه در جوک های ما یک مقداری حقیقت درش هست. اوکی، پس این از این داستان این. ولی آره، میوه، پروتئین و کاربوهیدرات باید از هم جدا بشن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما کاربوهیدرات میخورین، مواد نشاسته‌ای
بدن باید اسید ترش رو، معده باید اسید ترش رو بکنه و یک آنزیم به خصوص ریلیس میشه، آزاد میشه که کربوهیدرات رو بشکنه و به فرم گلوکوز در بیاره که بدن بتونه استفاده بکنه. بعد پروتئین یک آنزیم دیگه داره که پروتئین رو بشکنه و به فرم امینو اسید در بیاره که بدن بتونه استفاده بکنه. وقتی که میوه شما میخورین، زمان هضم و جذبش، میوه کربوهیدرات، زمان و هضم و جذب همه اینا با همدیگه فرق میکنه. هر موقع که میوه با کربوهیدرات نشاسته‌ای یا حتی با سبزیجات قاطی میشه یا با پروتئین، بلا فاصله در معده حالت مخمر درست میکنه. اوکی؟ پس برای همینه که همیشه من میگم میوه رو روی شکم خالی تنها، پروتئین ها با پروتئین های دیگه یا کربوهیدرات غیر نشاسته ای و کربوهیدرات نشاسته ای با غیر نشاسته هست. در ضمن این توضیحات در دیویدی تغذیه هست و همینطور در آنلاین کورس قسمت تغذیهش من کاملا اینو توضیح دادم. خواهشن آنلاین کورس رو بگیرین دوستان عزیز. اوکی؟ پس این از این داستان این. اوکی. بریم سر این که سوال بعدی این بود که با دیویدی های من ورزش میکنی، کفش تو خونه پاد نمیکنی، اشکالی نداره؟ نه، چون که در واقع ما کفش رو برای ضربه از چیز از روی زمین میخوایم. دیویدی های من آنچنان بالا پایین پریدن نداره، حرکات بیشتر تمرکزیه. کلی سوال اومده بود در مورد ورزش که یه قسمت رو بزرگ بکنم، کوچیک بکنم، نمیدونم این سوالا رو من دیگه جواب نمیدم. فقط بهتون میگم دیویدی شماره 2 اولش حدود 20 یا 25 دقیقه من صحبت کردم، اگر اون رو گوش بدین، فرق ایروبیکس، فرق بدنسازی، همه اینا رو من توضیح دادم. در ضمن توی جزوه تغذیه و ورزش، جزوه تغذیه و ورزش کاملا اینها توضیح داده شده. یه ذره وقت و زمان بذارین برای خودتون، جزوه ورزش و تغذیه رو بگیرین که آگاهی داشته باشین، دیگه از من و این و اطلاعات اشتباه و این برانور نخواهین استفاده بکنین. اوکی، قربونتون بشم. بعد میام سر این که اوکی، دوست عزیز من، عشق من، بر من 3 چیز فرستاده بود. اینا سوالایی بوده که روی اینستاگرام من پرسیده بودین، گفتم تو برنامه جواب میدم چون وقت جواب ایمیل نداشتم. یکی این بود که رنگ موی من چیه؟ خدا میدونه. رنگ موی من اسمش هست گیاهیه، دارم به فکرش، herbal tint. توی کلمه انگلیسی herb ما herb میگیم، اکثرا میبینم اشتباه تلفظ میشه چون که h با h نوشته میشه، همه فکر میکنن herbه ولی در واقع تلفظش میشه herb. herb tint، tint هم که میشه رنگ. یه کمپانی که رنگ موی طبیعی درست میکنه. و بعد خدمتتون بگم من مثل شماها قرتی نیستم، بنابراین خودم مو رنگ میکنم، فقط ریشش رو رنگ میکنم، برای همینه که بقیهش هر کاری دلش میخواد برای خودش میکنه، روشن میشه، تیره میشه، ولی فقط من ریشه مومو رنگ میکنم. دیگه خدمتتون بگم که من مومو خودم کوتاه میکنم، خودم رنگ میکنم، خودم درست میکنم، بنابراین اصلا و به هیچ عنوان من اصلا ترجیح میدم از خونه بیرون نرم. اوکی. پس در نتیجه آره، خودم همه این کارا رو میکنم. بعد بهتون بگم هفته ای نه، شاید ماهی یک بار یه روغن، حالا یا روغن نارگیله یا روغن بادومه، میزنم به موام و موامو میبافم که کاملا بمونه تا روز بعد. بعد الان من هیچ وقت مومو سشوار نمیکشم، بنابراین با این بیگودی های سپانجی هم، بیگودی های درشته که خیلی سبکه، وقتی که مومو میشورم اونا رو میبندم بهش برای بدون اینکه سشوار بکشم یه چیزی، برای یه چند ساعت تا اینکه خوش میشه باز میکنم. همینی که میبینین میشه اینه که آره، سشوار مو رو خیلی خوش میکنه، بعد نمیدونم مخوره بهش میزنه، از این داستانهای اینجوری. بنابراین اینم از این داستان. این سوال بعدی این بوده که آیا گیاه خاری خوبه؟
همه چیز همونطوری که میدونین من مسائل رو خیلی ریشه‌ای تر نگاه میکنم. پس افراد باید طبق خصوصیتشون، یعنی ما حتی نمیتونیم بگیم که حتی گروه خونی او اگر بیشتر براش بهتره که روی رژیم پروتئین باشه، بازم توی گروه خونی او در این 30 سالی که من کارم اینه بازم استثنا میبینم. بعضی وقتا میبینم که فرضاً گروه خونی او روی ناخوناشون چیز دارن، چی میگن؟ خطای صاف روی ناخون میفته. خطای صافی که روی ناخون میفته، منظورم رنگ نیست، بعضی وقتا میبینین اوپس 11-11، منظورم رنگ نیستش. توجه کردین این ساعت 11:11 همیشه حواس من رو پرت میکنه و یکی هم امروز ایمیل فرام فرستاده بودن که آیا این عدد 11 رو که میگی به میلادی میگی یا شمسی؟ من راجع به تاریخ میلادی صحبت میکنم، شمسی رو اطلاعی در موردش ندارم. ولی در هر صورت چی داشتیم میگفتیم که این ساعت 11:11 حواس من رو پرت میکنه؟ یادم رفت. جالبه، برای اولین بار من فراموش کردم که راجب چی دارم صحبت میکنم، چون همیشه معمولا به هر در و دیواری که میزنم برمیگردم به اونجا. اوکی، راجب گیاهخواری بود. راجب گیاهخواری بود و داشتم راجب خطای عمودی که روی ناخون میفته، یکیش کمبوده، یکی از دلایلش میتونه کمبود ویتامین B12 باشه، یکی دیگهش بدن نمیتونه پروتئین رو هضم و جذب کنه. پس در نتیجه وقتی من یک کسی رو میبینم که گروه خونیش اوه و میبینم که ناخونش خطای عمودی داره، براش یک چیز تجویز میکنم. بازم میگم باز باید کلی تر بریم ببینیم که لیکی گات یا تحریک روده، سوراخ در روده به وجود اومده یا نه، چون گروه خونی او معمولا خیلی احساسی ترن، خیلی مشکلات روحی و روانی بیشتر در گروه خونی او خودشون رو نشون میده، به خاطر اینکه آدم های فوق العاده حساسی هستن. پس در اون زمان من از چیز قرص اسید که اسید معده رو ترشح بکنه، چون اشتباه نکنین خیلی از اوقات افراد فکر میکنن که اگر بدنشون چه میدونم غذا میخورن بلافاصله ورم پیدا میکنه یا اینکه اسیده میزنه بیرون. ما داریم راجع به اسید معده صحبت میکنیم، بنابراین اگر اسید ترشح نشه به اندازه کافی وقتی که ما پروتئین یا چیز دیگر رو میخوریم، پروتئین نمیتونه هضم و جذب بشه. اوکی، در نتیجه مشکل پیش میاد. پس یکی قرص آنزیمه که بهش اضافه میکنیم و یکی دیگه قرص اسیده. اگر که لیکی گات باشه که بعد میریم توی الگلوتامین و نمیدونم پروبیوتیکس در بالای لیست و گیاهای دیگه مثل تریفولا. معمولا من انقدر خودم ساپلمنت هایی که خودم دارم طبق آیرویدیک هستش، طبق 4000 سال پیش هندوستان. اوکی، بنابراین گیاهای فوق العاده قوی داریم مثل تریفولا که از 3 تا میوه هستش که فوق العاده به آرامش معده و روده کمک میکنه. کسایی که من باشون جلسه میذارم لیکی گات دارن، این گیاها رو قاطیش میکنم. یکی دیگهش لیکریس روت هستش که فوق العاده به آرامش معده و روده کمک میکنه. الگلوتامین که گفتم فوق العاده مهمه. روغن نارگیل فوق العاده کمک میکنه به خابوندن و شفا دادن روده محرک و کسانی که سوراخ دارن در توی روده. اوکی، پس من ببینین دوستان نمیدونم به چه زبونی باید بگم، ولی سوالایی که میپرسین من نمیتونم جواب سطحی در موردش بدم. پس گیاهخواری رو داریم راجع به چه فردی صحبت میکنیم؟
چه مسائلی در این شخص هست، چه مریضی یا چه بیماری داره، این مریضی یا بیماری چقدر کهنه است، چی باعث این مریضی یا بیماری شده. اوکی، پس این قضیه رو میدونم که یاد گرفتین که دو تا کلمه اینجا و دو تا کلمه اونجا، ولی من با اون سیستم کار نمی کنم. برای همین هستش که همیشه میگم جلسه خصوصی بگیرین که بتونیم همه اینا رو زیر رو بکنیم. توی دیویدی تغذیه راجع به گیاهخواری توضیح دادم. معمولاً گیاه کسایی که میرن به طرف گیاهخواری کمبود ویتامین B میارن و بعد همینطور به خاطر اینکه چیزایی که میخورن خیلی کاربوهیدرات میشه، بعد میرن تو خانواده غلات و حبوبات و نمیدونم اینا، خیلی از اوقات اون ترکیبات 21 امینو اسید به وجود نمیاد. برای همینه که فرضاً اگه شما برنج بخورین، برنج مقدار خیلی کمی درش امینو اسید هست. اوکی، اگر حبوبات بخورین، حبوبات پروتئین کامل نیستن، یعنی 21 امینو اسید به شکل زنجیره‌ای با هم دیگه یکی نشدن. پس در نتیجه خیلی از اوقات کسانی که میرن روی گیاهخواری باید مطمئن بشن که ترکیبات غذایشون طوری هست که اون امینو اسید کامل رو به وجود میاره. در غیر این صورت مشکل پیدا خواهند کرد. اوکی؟ پس کی، چی، با چه شرایطی، این مسئله مهمه. سوال بعدی این بود که شریک زندگی، اون کسی که ما قرار باشه ازدواج کنیم، آیا وقتی میاد فوراً درخواست ازدواج میده؟ نه. و اینکه اگر که درخواست ازدواج نمیده، یعنی ولش کنیم و بره و از اون داستانا. ببین عزیز، شریک زندگی، اول میخوام اینجا یه دونه پرانتز باز بکنم به خاطر اینکه شاید به نظرتون میاد که امروز من خیلی دارم این ور اون ور میزنم و فراموشی میگیرم. یه توضیح در اینجا براتون بدم که بدونین که داستان چیه. در این چند ماه اخیر و همینطور هفته پیش که گفتم 11/11 بود، به خاطر اینکه ما داریم سطح کره زمین یا کانشسنس یا هوشیاری یا بیداری ما داره یه مرحله میایم بالاتر، در واقع ما میگیم که ما انسان‌ها در بدن فیزیکی و در کره زمین در ارتعاشات طبقه سوم هستیم و این طبقه چهارم پنجم همینجوری به طرف بالاتر میره. این اتفاقی که در زمان 11/11 افتاد که دو مرتبه یک شیفت یا حرکتی در شعور جهانی و انسانی به وجود اومد، اون تلنگری که دو مرتبه خورده شد، یه خیلی از ماها از درجه طبقه سوم داریم میایم به طبقه بالاتر. اوکی؟ و در زمانی که این اتفاق میفته، خود من در چند ماه اخیر و به خصوص در این چند هفته اخیر خیلی میرم توی حالت خلسه و اون به خاطر این هستش که وقتی که ما میخوایم از نظر هوشیاری انسانی، consciousness، awareness، بیداری، آگاهی بریم به یه درجه بالاتر، بدن فیزیکی باید به اون ارتعاشات عادت بکنه. در نتیجه من خیلی حالت احساس خستگی میکنم، خیلی غیر عادی توی حالت خسته میرم. خیلی جالبه، داشتم با یکی از دوستام که یه آقای مسنی هستن، داشتم براشون توضیح میدادم این قضیه رو، گفتن سودی جان تو نکنه افسردگی گرفتی؟ گفتم نه، مطمئنن افسردگی نیست. بنابراین خیلی تماسام کمتر شده، مگر اتفاقایی که میفته، کیسایی که امرجنسیه که بچه ها خودشونو تو درد سر میندازن و بلافاصله بعد منو ببینن. در غیر این صورت بیشتر اوقات ساعتهای مدیتیشن من بیشتر شده و این داستانا. در این زمان اتفاقی که میفته مثل این میمونه که ما داریم در دو تا لول مختلف داریم میریم اونجا و دو مرتبه بر میگردیم توی بدن فیزیکی. در نتیجه این تغییرات یه مقدار ما رو چیزم میکنه، ایریم میکنه، یعنی که من بخوام برگردم دو مرتبه اینجا بتونم توی این درجه بتونم
فانکشن بکنم، بتونم چیز بکنم، یه مقدار صحبتامو از دست میدم، کلماتمو از دست میدم تا بتونم این دوتا رو با همدیگه بالا پایین بکنم و تطبیق بدم. البته خیلی از دوستان هیلر دور و بر من معتقدن که من این دوتا اون بالا و این پایین رو خیلی راحت با همدیگه این برانبرش میکنم و خیلی سریع میتونم برگردم تو اینجا، ولی در این چند هفته اخیر یه مقدار احساس مشکل میکنم برای اینکه اینجا بتونم فانکشن بکنم. اینم داستان اینه. حالا اکسکیوز یا بهانه ای هم نیست برای اینکه من این ور اون ور برم، ولی خواستم براتون توضیح بدم، چون یکی از دوستان هفته پیش بر من ایمیل زده بود که تو هم که این هفته مثل اینکه اصلا اینجا نبودی. گفتم دقیقا درست میگی. خب حالا برگردیم توی این قسمت و بریم سر شریک زندگی. ما چیزهای سولمیت یا یه کسی با من جلسه داشت هفته پیش، بعد داشتیم توی جلسه بودیم، گفتش که آیا در این دوره من سولمیتم و یا نیمه دومم رو میبینم یا نه. گفتم در این دوره تو 10 تا سولمیت داشتی، چند تاشون رو دیدی و میان، راجب کدومشون داری صحبت میکنی؟ چون خیلی از موقع ما فکر میکنیم نیمه دوم من یه دونه است فقط، و بعدم این که اون نیمه دوم حتما من با اون میمونم تا آخر عمر باهاش میمونم، و این که هیچ کدوم از اینا صحیح نیست، برای این که ما میتونیم نیمه دوم متفاوت داشته باشیم، و اینکه همیشه معنیش این نیستش که ما خیلی باهاشون خوبیم و همه چی عالیه و با همدیگه کتککاری نمی کنیم و دعوا نمی کنیم. و در واقع سولمیت هم کلاسی منه، کسیه که درسای ما با همدیگه مشابهه، میاد توی کلاس که ما بهتر درسا رو به توجه همدیگه بیاریم. من وقتی اونو نگاه میکنم میگم وای، اگر آگاه باشم و با حقیقت باشم، مثل این میمونه که اون تصویر رو به من نشون میده، به جای اینکه با اون دعوا بکنم، اون داره قشنگتر میاره که او اعتماد به نفس نداری، حس کم خودبینی داری، نمیدونم دروغ میگه، من کجا دارم به خودم دروغ میگم. مسئله سولمیت اینه. اون چیزی که شما در موردش صحبت میکنین، توی کلمه انگلیسی ما یه سولمیت داریم که همون میشه سولمیت. سول که میشه روح، میت هم میشه هم روح. اوکی. ولی دو مرتبه یه چیز دیگه داریم که اون نیمه دوم ماست. پس نیمه دوم رو با این همکلاسی ها با همدیگه اشتباه نکنیم. حالا من الان نمیدونم که تو دقیقا داری راجع به کدومشون صحبت میکنی. پس وقتی که اینا میان توی زندگی ما، حتی نیمه دوم شما هم که میاد، اصلا هیچ چیزی نیستش که شما با همدیگه ازدواج بکنین، قراردادی نیست که تا آخر عمر با هم دیگه بمونین. بعضی از وقتا یکی میاد توی زندگیتون که فوق العاده برای خود من این اتفاق افتاد که یکی از سولمیتام اومد توی زندگی من که ما مثل آهنربا به هم دیگه جذب شدیم، و در عرض یک هفته این آدم از روی کره زمین گم شد و ناپدید شد، و دیگه هم هنوز که هنوزه بعد از این همه سال من نه ازش شنیدم، فیسبوکش بسته شد، تلفناش قطع شد، دوستای مشترکی که داشتیم دیگه هیچ چیزی در مورد این آدم نشنید، و بنابراین فقط یه دوره یک هفته ای بود. ولی در اون یک هفته مثل این بود که یکی بودن با یک روح دیگه، که شما اون عشق یکی بودن، اون عشقی که اصلا هیچ فاصله ای نیست، اونی که شما لازم نیست که حرف بزنین، یعنی که مثل تلپاتی فکر هم دیگه، احساس هم دیگه، همه چی رو میخونین. اونم یه پریودی بود که جهان هستی به من گفت خیلی خب بیا اینو تجربه کن، حالا که تجربه کردی ورش میداریم از جلو که حواست پرت نشه بری به کارهای دیگه‌ات برسیم. اینم از این داستانه. خب میام راجع به واریس صحبت میکنیم. واریس در واقع چه اتفاقی میفته وقتی که ما واریس داریم؟ شما میدونین که خون در بدن ما انسان ها در تمام بدن
رگ‌ها و موی رگ‌ها هستن. قلب شروع میکنه اشتعال میکنه، از طریق رگ‌ها خون رو میفرسته به پایین به تمام قسمت‌های بدن و بعد موی رگ‌ها دو مرتبه خون رو بر میگردونن به قلب. اوکی، پس اینا با هم دیگه یه بازی بده و بسون داره. زمانی که بیشتر ما میبینیم که واریس در رون و پا به وجود میاد، خب برای همین هستش که سه تا دلیل اساسی داره که ما واریس میگیریم. یکیش اضافه وزنه، برای اینکه وقتی که شما اضافه وزن دارین و این خون به پایین میاد، معمولا اضافه وزن فقط خودش اضافه وزن مشکل نیست، اضافه وزن به احتمال زیاد بیماری قندی با خودش میاره، کلسترول بد بالا با خودش میاره، فشار خون باش میره. پس مسائل دیگه باعث میشه که وقتی که من اضافه وزن دارم این خون نمیتونه به راحتی برگرده بالا. خب پس در زمانی یکی دیگه شماره دومش در مورد بارداریه. شما میبینین که هر بارداری که میگیرین اون مقدار واریس ها بیشتر میشه. و یکی دیگه دلیل سومش فعال نبودنه، یعنی ورزش نکردن، حرکت بدنی نداشتن، کارهاییه که خیلی ساعت روی پا میستین، مثل فرزن کسایی که تو کار آرایشگری هستن، کارهایی که خیلی زمان میشینین. اوکی، پس برای همینه که میگم وقتی تو هواپیما سوار میشین برای هر 2 ساعت 3 ساعت پاشین یه حرکت بکنین و این داستانه این. پس در نتیجه اگه کارتون ایستادنی طولانی، حتما جوراب واریس بپوشین. جوراب واریس کمک میکنه چون پایینش تنگتره و بعد بالاش آزادتر میشه، اجازه میده که خون بهتر جریان پیدا بکنه بیاد بالا. لباسایی که خیلی تنگه تو این تیکه کمر و شکم و پهلو، دو مرتبه میتونه جریان خون رو مشکل براش پیش بیاره. پس مطمئن باشین در این قسمت لباساتون باز و آزاده. خب پس وقتی که خون به طرف پایین میاد، حالا این موی رگ ها که بعد خون رو به طرف برگردونن دو مرتبه بالا به طرف قلب، فکر کنین یه رگ اساسی در اون وسط باز میشه و در واقع اون منبسط و منقبض بودن رو از دست میده. وقتی که این اتفاق میفته، حالا خونی که باید بیاد به طرف بالا یه مقدارش لیک میکنه یا دو مرتبه چکه میکنه برمیگرده پایین. اون چکه شدن خون که میاد به پایین که دیگه به بالا نمیتونه برگرده، اون زمینه و قضیه واریس شماست که بعد به زمان که میگذره متورم میشه. وقتی خیلی بیشتر پیش میره درد به وجود میاره. برای درمانش اگه از فیلد پزشکی بخوایم نگاه بکنیم، کسایی که خیلی پیشرفته میشه و دیگه خیلی دارن درد میکشن، عمل جراحی هست که یه دونه کات سوراخ، آره، بریدگی خیلی کوچیک در بالای رون میکنن و یکی در بالای زانو انجام میدن و بعد اون رگ رو فریزش میکنن، یه تیوب میذارن اونجا. ولی خب رگ ها و موی رگ های دیگه این قابلیت رو دارن که خون رو دو مرتبه برگردونن به طرف بالا. لیزر به این قضیه خیلی کمک میکنه. یکی دیگه چیز موزیک تراپیه که 100% با ارتعاشات این کار انجام میده. چیزایی که وایبریتر هستن که میزنین تو برق که وایبریت میکنه، استفاده اونا کمک میکنه، ماساژ کمک میکنه. درجه حموم، آب شیر حموم رو اگر خیلی سرد و گرمش بکنین اون دو مرتبه کمک میکنه، ولی اینا چیزای خیلی خیلی اساسی نیستن. اوکی، پس در نتیجه وقتی که ما اول وقتی که یک مشکل یا بیماری پیش میاد، علائم خودشو نشون میده. الان علائم به من نشون میده که واریس به وجود اومده. وقتی که من متوجه شدم، حالا میام ببینم که واریس دلیلش چیه. اوکی، پس مرحله بعدی متوجه شدن و شناخت بیماریه. حالا من میدونم که واریس در واقع مشکل این هستش که موی رگ‌ها نمیتونن خون رو برگردونن بالا و همونطوری که گفتم اینا چون بدن، تمام بدن با همدیگه 24 ساعته در ارتباطن و پیام رد و بدل میکنن، اینا دارن مرتباً به همدیگه میگن که چه اتفاقی داره میفته. پس وقتی که فرزن شما این مشکل براتون پیش میاد، شک نکنین که کلسترولم مشکل داره، شک نکنین که
بیماری قندی هم اگر هنوز اتفاق نیفتاده اتفاق میفته. دیابت 2 یا چون 1 که حتما خودتون در جریان هستین. اوکی، پس تمام سیستم در اون زمان. یکی دیگه از چیزا چیه؟ کبده. پس در نتیجه کبد وقتی نمیتونه زیادی کار بکنه چیکار میکنه؟ مشکل پیدا میکنه. کبده که کلسترول رو میسازه، کبده که مواد غذایی رو که شما میخورین میشکنه، آنزیم ترش رو میکنه، این کار رو میکنه، اون کار میکنه. کبد مسئولیت خیلی بزرگی داره. اوکی؟ کبده که نمیتونه، بیماری دیابت که میشه قند، دیگه به جایی میرسه که هر چقدر شما مواد قندی میخورین بدن رزیستنس نشون میده، مبارزه میکنه با دریافت اون قند. پس تمام این فعل و انفعالات در کبد دارن اتفاق میفتن. پس در این زمان شما بدونین که کبد مشکل داره و در این حال بدونین که سیستم لنفاوی مشکل پیدا کرده، نمیتونه. سیستم لنفاوی دستگاه زباله‌دونیه، نمیتونه آشغالا رو به اندازه کافی خارج بکنه. خب پس حالا که ما متوجه شدیم که این علائم به من نشون داد که داستان چیه، این دا مشکل داره به من نشون میده که از کجا داره میاد، حالا من فهمیدم، حالا مرحله بعدی چه کارهایی میتونم در موردشون انجام بدم. به خاطر داشته باشین سیستمی که من کار میکنم، امروزم یه ایمیل دیدم برای من فرستاده بودن راجع به هورمون که دور سینم مو در آورده، هورمون رو چیکار کنم؟ گفتم نمیتونم انقدر سطحی جواب بدم. پس در نتیجه وقتی که شما علائم رو میبینین و همه چی رو در میارین، ما الان باید ببینیم که این سیستم کجاش مشکل داره، کبد چجوری داره کار میکنه، نمیدونم لیمفتیک سیستم، سیستم لنفاوی داره درست کار میکنه یا نمیکنه، فشار خون کجاست، کلسترول کجاست، قند کجاست. وقتی تمام اینا رو ما متوجه شدیم، حالا ما یه سیستمی میخوایم که فرضاً اگر شما برین عمل جراحی بکنین برای واریستون، هیچ گارانتی نیستش که شما 3 ماه بعد 6 ماه بعد دوباره واریس نمیگیرین. چون اگر اون آمادگی، اون محیط زیستی، اون مسائلی که این رو به وجود آورده، اگر اونا عوض نشن، شما 2 مرتبه اون مریض، اون بیماری، حالا سرطان، هر چیزی که از واریسه، 2 مرتبه برمیگرده. چون یه شرایطی، حالا تغذیه شماست، ورزش شماست، خواب شماست، اعصاب شماست، یه چیزی این مسئله رو به وجود آورده. پس اگر اونا رو عوض نکنین چیزی تغییر پیدا نخواهد کرد، ریشه قضیه حل نمیشه. اوکی؟ پس در نتیجه یکی از چیزایی رو که ما همیشه میدونیم فوق‌العاده مهمه، تغذیه ما هستش. در این زمان شما شکرتون و مواد شکری باید به کل قطع بشه، شوخی نیست. نمک رو باید خیلی کمتر بکنین و از موادی که چرب هستن جلوگیری بکنین، چون شما شک نکنین که در این حالت شما کلسترول بدتون بالا هستش. اوکی؟ در این حال وقت شما باید یه رژیم سالم و درست داشته باشین، چون ما الان 2 مرتبه میگم هیچ شکی من ندارم که کبد مشکل داره. اوکی؟ پس ما باید فشار کاری کبد رو ورداریم. یکی از اون سیستما با تمیز غذا خوردن، درست غذا خوردنه، برای اینکه شما الان کلسترول بدتون هم حتما مشکل پیدا کرده. خب پس مواد قند و شکری باید به کل قطع بشن. یه خانمی چند روز پیش با هم صحبت کردیم که گفتین که مشکل سوزش داشتین، گفتین حالا اونم بیار تو. به خاطر همینه که میگم مسائل خیلی عمیق‌ترن که من به شما بگم حالا رفتین کورتون خوردین سوزش پیدا کردین، حالا بیان این کارو بکنین. کلن همه چی باید زیر رو بشه و همه چی باید تغییر پیدا بکنه. اوکی؟ پس در نتیجه مواد قند و شکری باید به کل قطع بشن، نمک باید خیلی کم بشه، چربی های حیوانی باید تا اونجایی که ممکنه پایین بیان، ولی چربی های خوب مثل روغن نارگیل، مثل روغن زیتونه، اکسترا ورجن یعنی پرس اول روغن زیتون، همینطور آووکادو، روغن های خوب رو میتونین شما استفاده بکنین. بعد چیزایی که کمک میکنه، یکی از اونها ویتامین سیه، پرتقال. فرضاً پرتقال کاری که میکنه یه مقدار تورم رو میخوابونه، در واقع همون عمل سیر رو انجام میده، سیر انجام میده. پس ویتامین سی به این قضیه خیلی کمک میکنه. ویتامین سی در اینها کمک میکنه که
اکسیژن بیشتری در بدن وارد بشه و خون بتونه جریانش ساده تر بشه. چیز دیگه که کمک میکنه گینکو بیلوبا، گیاهی هستش که جینکو نوشته میشه ولی گینکو تلفظ میشه، که من معمولا اون رو برای کسانی که مشکل حافظه دارن بهشون میدم. گینکو بیلوبا یکی از کارهایی که انجام میده به طور طبیعی خون رو رقیق میکنه. یکی از دلایلی که باعث میشه که ما برای حافظه میدیم به خاطر این هستش که خون رو رقیق تر میکنه و اجازه میده که اکسیژن بیشتری به مغز برسه، در نتیجه اون کمک میکنه که حافظه شما بهتر میشه. گینکو بیلوبا رو من خودم دارم. دیگه جینجر، زنجبیل خیلی کمک میکنه. زردچوبه، کاردمن رو لغت فارسیش رو نمیدونم، با سی نوشته میشه، CARDOMAN، کاردمن، که بدن رو قلیایی میکنه و در این حال ورم و چیز رو میگیره. دو مرتبه گیاهای دیگه که من راجبه صحبت کردم، تریفولا، لیکریش روت، چیزایی که تورم رو میگیرن و آرامش به روده و معده میدن، اینا همشون کمک میکنن. خب پس یادتون باشه که یه سری حرکات، شما باید بیشتر حرکت بکنین، چون در واقع نشستن یا خوابیدن زیادی یا همینطور ایستادن زیاد میتونه این مشکل رو به وجود بیاره. وقتی که دراز میکشین مینیموم 20 دقیقه در روز پاتون رو بذارین بالا، بالاتر از قلب، که خون بتونه برگرده دو مرتبه بالا به طرف قلب. این کار رو 15 دقیقه 20 دقیقه در طول روز، شب که میخوابین حتما چند تا بالش بذارین که پاتون بیاد بالاتر. حالا میام توی چیز. علی جان، is this camera my close up? It is my okay. خب چند تا کار میخوام بهتون نشون بدم برای از دید اکوپانچر که کمک میکنه. یادتون باشه که سپیلن کلمه فارسیش چی میشه؟ زهره جان به دادم برس، چون زهره معمولا اینا رو برای من ترجمه میکنه. الان توی ذهنم نمیاد. اون قسمت کبد نیست، کلیه، مشکل داره. اوکی؟ پس در نتیجه اگر که شما پاتون رو بذارین روی پاتون، با دستتون مچ پا، این و قسمتی که قوزک پا هستش، دستتون رو میذارین اینجا. اوکی؟ الان پنجه من، شست من اومده پشت، انگشتا اینجاست. دقیقاً بالای اون با شست دیگه‌تون اگر بذارین، این استخونی که اینجا هستش، این در واقع فشار دادن به اون کمک میکنه که کلیه چیز میشه، چی میگن، حالت تسویه پیدا میکنه. خب بنابراین حدود 2 دقیقه این قسمت رو با شستتون به طرف عقربه ساعت حرکتش میده. این کمک میکنه که کلیه ها حالت تصفیه پیدا میکنن و خون رو به طرف بالا میفرسته. اوکی؟ قسمت بعدی دو مرتبه دستتون رو میذارین اینجا، زانوی منه، دستمو میذارم اینجا، دقیقاً باز بالای این انگشت اگه دست بزنیم، به محضی که فشار میده میبینین او درد میگیره. خب این قسمت دو مرتبه نشون میده که کلیه مشکل داره. باز دو مرتبه این قسمت رو شما حدود 2 دقیقه به طرف عقربه ساعت انجامش میدین. یه بار طرف چپ رو انجام میدین، یه بار طرف راست رو انجام میدین. سعی کنین این حرکت رو حدود مینیموم 2 بار تا 5 بار در طول 24 ساعته یه روز انجام بدین. اوکی؟ کارهای دیگه‌ای که میتونین بکنین هستش که فرضاً وقتی که نشستین پاتون رو، علی جان is there anybody you could get my foot so I can show them some exercise on the lower part? Thank you.
علی الان ببینیم کامرای منو میتونه بیاره پایین تر که من بتونم به شما نشون بدم. یکی از کارها اینه که روی کف پا و نوک پا خودتون رو تغییر میدین. یعنی میان روی کف پا و دو مرتبه ساری علی جان I didn't think about I'm gonna be going here. Okay. کف پا و نوک پا حرکت میکنه. این حرکت رو میتونین ایستاده انجام بدین. Okay. هر چیزی که there we go. If I can bring this upper or lower. چیزایی که کمک میکنه که پاشنه و نوک پا، هر حرکتی که پاشنه و نوک پا رو با همدیگه عوض میکنه. وقتی که اگه فرضاً کار شما آرایشگریه و خیلی ساعت، there we go, thank you علی جان. پس بنابراین من میام روی کف پا، نوک پا، کف پا، نوک پا، کف پا، نوک پا، تمام این شروع میکنه که بعد دو مرتبه گردش. علی if you can get back to the same camera I appreciate it, thank you very much. گردش به سمت عقربه ساعت و دو مرتبه با پای متضاد. Thank you very much علی جان. We can get back to the close up shot. Thank you. وقتی که وایسادین، اگر خیلی ساعت میستین، پای روی پای چپ و روی پای راست شیفت بکنین، خودتون رو تغییر بدین از روی این پا، بعد دو مرتبه وزنتون رو بنزین رو اون پا. اون دو مرتبه شروع میکنه که بدن بتونه حرکت بکنه. اوکی. توی معمولا حتما اگر واریز دارین، دیویدی آرتروز من خیلی کمک میکنه، دیویدی یوگا که دیویدی های سبکتری هستن و دیویدی تایچی یا توی شماره ها دیویدی شماره 13 هستش، اونا خیلی کمک میکنه. برای افرادی که سالمند هستین حتما پیشنهاد میکنم که دیویدی تایچی رو بگیرین، چون حرکات خیلی آهسته است ولی به اعصاب، به تمرکز فکری خیلی کمک میکنه. بنابراین حرکات توی اون دیویدی 100% موثره و به این قسمت کمک میکنه. خب این از این داستان. این برم سر سوال بعدی. در ضمن خانومی دو مرتبه، خانومی که راجب قارچ پوستی پرسیده بودی، برای من پیام گذاشتی که چند هفته است منتظر برنامه هم. هفته پیش نمیدونم راجب این، من نمیدونم تو اصلا عشق من کدوم کانال و کجا رو داری نگاه میکنی، و اون برنامه که با یه آقای صحبت میکردی که داری تهران رو میگی، اصلا اون برنامه من نبود. در نتیجه من نمیدونم تو اصلا چی رو داری نگاه میکنی. هفته پیشم من با علی رفتیم اینا رو چک کردیم، برنامه ها رو، و علی به من نشون داد که هر برنامه هفته قبل که تکرارش میفته که مال هفته پیش هستش دقیقا درسته. بنابراین ما نتونستیم بفهمیم که شما تکرار برنامه رو چی دارین میبینین، چون از طریق کامپیوتر اینا تمام دارن درست نشون میدن که 10:30 صبح ایران شما دارین برنامه هفته پیش من رو میبینین، 10:30 شب دارین پخش زنده برنامه رو میبینین. اوکی؟ پس ازتون خواهش میکنم که سعی کنین اجرای اول برنامه رو ببینین. اگر که برنامه ها رو از دست میدین، ایمیل بزنین به sudiyazdi@yahoo.com که برنامه ها رو 10 تا 10 تا میتونن برای شما بفرستن. اوکی؟ پس هر کدوم برنامه رو که میس میکنین، اگه مشکل دارین، اگه روی اینترنت نمیتونین پیدا بکنین، میتونین برنامه رو براتون بفرستن. اوکی؟ این از این داستان. این دوست عزیزی که راجع به پسر 13 سالت پرسیدی که تا الان خیلی خوب بوده، حرکاتش خیلی عجیب و غریب شده و گوشه‌گیر و در خیلی چیز میکنه. ببین عزیز، این یه، اولا شما باید اینو در نظر داشته باشین که ماها دوره‌های 7 ساله داریم. او تا اینجا هستیم، یادم افتاد برای کسایی که واریس دارین، پاتون رو روی پاتون نندازین، به خاطر اینکه اینم دو مرتبه جریان خون رو اجازه نمیده که خون جریان پیدا بکنه. ماها دوره‌های 7 ساله داریم. پس اگر که بتونید آنلاین کورس من رو بگیری، دقیقاً 7 تا چاکرا از چاکرای ریشه‌ای که ما شروع می‌کنیم، شما وقتی اون 7 تا چاکرا رو
کاملا متوجه میشین، میفهمین که اصلا کی خودتون کی هستین و افراد دیگه کی هستن. میتونین بفهمین که تغییراتی که اینا میشه، کارایی که میکنن، از کدوم چاکرا داره میاد. و من هر چاکرا رو دقیقا توضیح دادم. برای تو عشق من، چون من بک‌گراند تو رو میشناسم، از تو میخوام که اگر آنلاین کورس هم نمیگیری، جزوه چاکرا رو، میدونم که جزوه چاکرای منو داری، جزوه چاکرا رو بخون که متوجه بشی که دوره های 7 ساله چه اتفاقی میفته. اوکی؟ پس من از زمان تولد تا 7 سالگی یه دوره دارم، یه شخصیت، یه داستان، در یک چاکرا حرکت میکنم. از 7 سالگی تا 14، بعضی وقتا اینا میتونه برای بعضی بچه‌هایی که پیش فعال هستن یه سال این ور اون ور بشه. پس من میرم توی دوره های دیگه. من نمیتونم همینجوری به تو روی هوا، بازم میگم، چیزی بگم. به خاطر این هستش که فرضاً اگر خود من رو در نظر بگیری، الان دارم به شما میگم، ممکنه شوی امروز من به نظر شما اومد که این چرا این ور میره، چرا اون ور میره، چرا یادش میره، چرا فراموش میکنه. به خاطر این که من دارم در یک انرژی یا دارم در یه وایبریشن دیگه کار میکنم. خیلی از اوقات افراد، کسانی رو که مخصوصا گفتم جنریشن جدید، این بچه الان 13 سالشه، اینا دقیقا و کاملا با یه دی ان ای دیگه اومدن. این هستش که اگر بچه‌ای داره با جهان هستی وصله یا یکی شده، از دید بیرون اون میتونه خیلی خصوصیاتی داشته باشه که مثل خود من، مثلا فرضاً چند ماه پیش بود رفتم پیش صابخونه‌ام که به من میگه بیا اینجا، همش میگم کار دارم. بهش گفتم شما فهم کنید من خیلی آدم عجیب غریبی هستم. گفت آره، بعض وقتا به شوهرم میگم این اصلا ماشینش یه هفته است تکون نخورد، آخه این نمیدونم اتفاقی. گفتم نه، نگران نباشین، هیچ اتفاقی برام نمیفته. از دید خارج من یه آدم عجیب غریبی میتونم بزنم. از دید خارج ممکنه افراد فکر کنن که این چقدر تنهاست، چرا نمیدونم تو خودشه، چرا حرف نمیزنه. شما منو نگاه نکنین اینجا جلوی دوربین میبینین که بلا 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 انقدر حرف میزنم. من روزها اگر جلسه نداشته باشم، اگر چی کار ضروری نباشه، اصلا با کسی حرف نمیزنم. اوکی؟ پس یه شخصیت دیگه، یه دنیای دیگه هم وقتی که جلوی دوربینم تا زمانی که نیستم. پس ما میتونیم خیلی خصوصیات نشون بدیم. از این شاخه به اون شاخه پریدن من میتونه از دید بیرون به این دید بیاد که من ADD دارم، در صورتی که داستان من اینه که وقتی من میرم توی وایبریشن بالا که اطلاعات میگیرم، دو مرتبه بر میگردم اینجا، من یه مقدار از اینجا باید خودم رو دو مرتبه جا بندازم که بتونم بیام اینجا، بتونم این چیز رو داشته باشم. اوکی؟ پس من نمیدونم ما الان داریم راجع به چه قسمتی داریم صحبت میکنیم. اگر بچه رو ببری پیش روانشناس، اونا با دید خودشون، روانشناس با دید خودش بچه رو دایگنوز میکنه. آره این ADD داره، بذاریمش روی ریدلن که مغزشو آروم بکنه، آهسته بکنه، نمیدونم حرکتشو آهسته بکنه. اگر داریم از دید عرفانی نگاه میکنیم، این اصلا ممکنه در یک دنیای دیگه و داری در یک جای دیگه میره. اوکی؟ پس در نتیجه من همیشه و همیشه انشتن، یکی از کسایی که براتون مثال میزنم، انشتنی که اون کشفها رو کرد، بچه یه خنگی توی مدرسه بود، دیپلومشو نتونست بگیره، هیچ گونه اطلاعات دانشگاهی نداشت. اوکی؟ یکی دیگه فرضاً از کسانی که در موردش چیز میکنم، ادگارد کیسیه یکی از کسایی که حالا من خیلی از چیزها رو توی تلویزیون جلوی دوربین نمیتونم بگم، یکی از کسانی هستش که خود من خیلی چنالش میکنم، یعنی یک انتیتی هستش که میاد که من با اون اطلاعات آگاهی صحبت میکنم. اینم کسی بود که اصلا و به هیچ عنوان مدیکال سکول نرفته بود، هیچ تحصیلات یا بک‌گراندی توی دکترا نداشت، ولی تمام کیسای افرادی که وقتی میرفت توی خسته و میگفت این آدم چه مریضی داره، چه بیماری داره، چه چیزایی استفاده بکنه، ما این اطلاعات رو از یه جای دیگه میگیریم.
اوکی که در اکسس خود من نیست، ممکنه من هیچ وقت نخونده باشم. پس نمیدونم داریم از کدوم دید ما میخوام این بچه رو نگاه کنیم یا از کدوم دید میخوام بهش کمک بشه. دوستان وقت برنامه تموم شد، مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین. برنامه ها رو یادتون نره شیر بکنین روی یوتیوب، لایکش بکنین روی یوتیوب چنل من سودی یزدی و سودی برنت، سابسکرایب بکنین و بعد اینکه کسانی که میخوان با من کلاس دست جمعی بردارین که ما یه آنلاین کورس داریم که وبکم هممون با همدیگه یه زمان چیز میکنیم، برای اون کارم لطف بکنین ایمیل بزنین به دوتا ایمیل آدرس های من. تا دوشنبه آینده، I love you. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.